سلام بچه‌ها، امیدوارم هر جا که هستید خیلی خوب باشید. امروز یه برنامه خیلی خفن داریم واسه اون دسته از بچه‌هایی که میخوان میکروفون بگیرن ولی نمیدونن چی بگیرن. من بهشون میگم از میکروفون یقه شروع میکنیم تا میکروفون واسه پادکست و یوتیوب و میکروفون ها واسه مصاحبه و همچنین میکروفون ها برای استدیو که استفاده میشن. میریم با هم دیگه میبینیم. میکروفون یقه بویا هستش، به صورت USB هستن، به خود دوربین وصل میشن و یه یقه شما قرار میگیرن و خیلی راحت میتونید ازش رکورد بگیرید. میکروفون یقه بویا M1 پرو هستش که قیمتش الان تو بازار حدود 612 تومان هست. اگه دفعه کیفیت و کوالیتی بالاتر هستید، یه میکروفون دیگه هست به شما میتونم پیشنهاد کنم. میکروفون بی سیم رود هستش، وایرلس گو، که یه مدل خیلی خوبی هستن که قیمتش تو بازار حدود فکر کنم 5.5-6 باشه الان و این میکروفون ها از لحاظ کیفیت کوالیتی خیلی خوب هستن. وقتی شما میخواین مصاحبه کنید یا داخل اون طبیعت میخواین ویدیو و تیزر چیزی درست کنید، راحت میتونید از این میکروفون استفاده کنید. جوری هستن که از لحاظ کیفیت و کوالیتی بالاتر هستن، یعنی این شکلی که وقتی شما صحبت میکنید اول صحبت شما رو میگیرن و بعد صدای محیط رو میگیرن. حتما این میکروفون رو شما پیشنهاد میکنم، میکروفون بی سیم رود مدل وایرلس گو. یه مدل دیگه هم داره میکروفون بی سیم رود مدل وایرلس گو 2 که فکر کنم حدود 9.5-10 باشه الان قیمتش تو بازار، اونو حتما به شما پیشنهاد میکنم واسه اون دسته از کسایی که میخوان مصاحبه انجام بدن و تیزری داخل محیطی و مستندی میخوان درست کنن. این میکروفون میتونه پیشنهاد خیلی خوبی باشه واسه شون. میره میکروفون بعدی، اون دسته از بچه‌هایی که یوتیوب کار میکنن و دنبال یک میکروفون خوب هستن، میکروفون های USB هستن. یه سری میکروفون ها درست شده که با پایه هستش، خود میکروفون PM422 یه مدل هست که بازار هستش، حدود 3600 الان قیمت داره و این میکروفون ها نیاز به کارت صدا ندارن چون USB هستن، راحت به خود کیس وصل میشن و شما میتونید صدا رو ضبط کنید. پیشنهاد خیلی خوبی میتونه باشه واسه اون دسته از بچه‌هایی که یوتیوب دارن کار میکنن. یه مدل دیگه هست میکروفون USB مانو PM4615 که تو بازار هستش، حدود قیمت 1800 هستش، که این میکروفون ها نسبت به میکروفون قبلی که گفتم از لحاظ کیفیتی یه ذره پایین تره ولی همون کارهای انجام میده، از لحاظ قیمتی هم که مثلا هم پایین تره. واسه اون دسته از کسایی که میخوان یوتیوب کار کنن پیشنهاد خیلی خوبیه و اون دسته از بچه‌هایی که میخوان چند لول بیان بالاتر، حتی داخل یوتیوب هم از خیلی از میکروفون ها رود استفاده میشه، بلو استفاده میشه، حتی نویمن هم استفاده میشه، ولی خب به هر حال اون میکروفون ها کار رو انداز هستم و کار شما کاملا انجام میدن. چند لول میایم بالاتر واسه اون دسته از بچه‌هایی که استودیو کار میکنن و استودیو موزیک و حتی استودیو تصویر، چون گاهی اوقات یه سری صدا پادکست ها میخواین ضبط بکنید، میتونید میکروفون خیلی خوب استفاده کنید. پیشنهاد من واسه استودیو میکروفون بلو هستش که یه صدای خیلی سافت و نرمی میده و از لحاظ تریپ بودن صدا رو خیلی شفاف‌تر میده، همچنین بم صدا هم توش وجود داره. میکروفون بلو جزء اون دسته از میکروفون هست که صدا خیلی خوبی میگیره. البته این میکروفون باید حتما یک کارت صدای خوب بهشون وصل بشه. اگه اون چه کارت صدای بخریم و ندیدید برنامه قبلی اون، حتما لینک رو میذارم بالا، حتما برید ببینید. فکرش تو بازار نیستش ولی میتونید به صورت دست دو تهیه کنیدش، فکر کنم حدود 12-13 تومن میتونید پیدا کنید تو بازار. میکروفون بعدی میرسیم دیگه به میکروفون رود که شرکت خیلی خوبیه، از لحاظ میکروفونی واقعا شرکت خیلی خوبیه و من خودم خیلی با بولینا هم کار کردم ولی خب با رود خیلی کار کردم و اولین پیشنهاد من واسه شما رود NT1 هستش که قیمتش تو بازار الان حدود 10 خورده هستش. نام کنید میکروفون رود بر اساس یه سبک ساخته شده. NT1 واسه صدای هست که صداهاشون به صورت تریپ هستن. چرا؟ وقتی این میکروفون ها میکروفون های هستن که وقتی صدا خواننده میخواد ضبط بشه، اصولا اگه شما دنبال این هستید که صدا خواننده رو هم بم و زیرش رو خیلی بیشتر داشته باشید، باید به ردای بالاتر میکروفون. ولی NT1 ها میکروفون های هستن که واسه انواع مختلف صدا ساخته میشن، از لحاظ کیفیت و کوالیتی بد نیستن، کار رو انداز هستن، صدای خیلی شفاف
میده اونقدر شفاف که انتظار داشته باشید نه، و اونقدر که بم انتظار داشته باشید. دیگه شرکت خود رود هستش، انتیتو هستش، انتیتو میکروفون خیلی خوبی، میکروفون خود من هستش و صدا خیلی شفاف میده و همچنین بم متوسط روی بالایی میده. من با میکروفون انتیتو خیلی کار کردم، خیلی صدا گرفتم با یه کار صدای خیلی خوب که بخواد مچ بشه واقعا صدا خیلی خوبی به شما میده. البته قبل از هر چیز من شما بگم حتما شما واسه تهیه کردن میکروفون بخواین صدای واقعی میکروفون داشته باشید باید حتما یک کار صدای خیلی خوبی داشته باشید. مچ کردن اینا با هم خیلی سخته. شما بخواین یه میکروفون بگیرید با یه کار صدا بگیرید که بخواین با هم دیگه خیلی مچ باشن و صدای خیلی خوبی بدن حتما باید اطلاعات کافی داشته باشید. اون ویدیوی قبلی من حتما برید ببینید در مورد کار صدا هستش، کاملا توضیح دادم واسه چه کار صدایی چه میکروفونایی بخواد استفاده بشه. قیمت انتیتو تو بازار الان حدود 19 میلیون هستش و پیشنهاد خیلی خوبیه که میتونید صدای خیلی خوبی ازش بگیرید. همچنین داخل استودیو و همچنین سیلوان یه مدت خودش با میکروفون انتیتو و خیلی از کسای دیگه با میکروفون انتیتو وکال گرفته. خیلی از خواننده‌ها معروفم هم به همین صورت هستن، چون انتیتو میکروفونی هست از شرکت رود که جواب پس داده و خیلی 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 بازخورد خیلی خوبی داده. بعد از اون میریم ذره بالاتر، میکروفون خود بازم شرکت خود رود هستش، انتیکا. یه میکروفون خیلی خوب و بلوره که قیمتش تو بازار الان حدود 30 تومان هستش. این میکروفون تنها دلیلش نسبت به انتیتو اینه که از لحاظ شفافیت یه ذره شفافیت بیشتر میده، از لحاظ بمی هم یه ذره بمتر میده، یعنی از انتیتو یه لول بالاتره، حتی انتیتو از انتیوان هم یه لول بالاتره. شفافیت انتیکا خیلی بیشتره که به همراه خودش یه پیرامپ داره و شفافیت صدای خیلی خوبی میده. من حتما اینم پیشنهاد میکنم بهتون. و میره میکروفون بعدی که دیگه کلن یک کلاس دیگه ای داره توی کل میکروفون ها، میکروفون نویمنه که خیلی هم معروف هستش، مثل کارت صداهایی مثل آپولو و آرمه که خیلی لول دار هستن، میکروفون های نویمن هم جز اون دسته از میکروفون ها هستن که لول وکالی خیلی بالایی میگیرن، به این صورت هستن که واقعا شفافیت و بمی واقعی صدا رو به شما میدن. البته ناگفته نمونه، یعنی میکروفون نویمن TLM 102 که قیمتش تو بازار 44 میلیون انا هستش. ناگفته نمونه که بچه ها وقتی شما یه کارت صدا خیلی خوب اوکی میکنید، یه میکروفون که خیلی خوب هم اوکی میکنید، باید حتما ددروم و اتاق سکوت خیلی خوبی داشته باشید، خوب آگوستیک شده باشه که بتونید صدای واقعی اون میکروفون رو بگیرید. میکروفون های نسل رود توی اتاقایی که آگوستیک کم تارن جواب خیلی خوب میدن، ولی میکروفون مثل نویمن نمیتونن تو اتاقایی که آگوستیک خوبی نشده جواب خوبی به شما بدن. میکروفون نویمن TLM 102 گزینه خیلی خوبی است واسه اون دسته از بچه‌ها که میخوان استودیو کار کنن و دنبال صدای خیلی قلم سلمبه و حجمدار هستن. قیمتش تو بازار 44200 هستش. میایم دو لول بالاتر، نویمن TLM 103 استودیو که قیمتش الان تو بازار حدود 67 تومن هستش. ناگهانید بچه‌ها فرق بین TLM 102 با 103 تو اینه که از لحاظ فرکانسی صدای درست‌تری به شما میده. مثلا نوع شرکت‌ها که درست می‌کنن میکروفون‌ها رو مثل لولی واسه تنظیم می‌کنن، یعنی که مثال 102 واسه خیلی از وکالا ساخته شده، واسه خیلی از صدا ساخته شده، ولی میان 103 رو میزنن که باز هم صدای بیشتری رو پوشش بده. به خاطر همین از لحاظ کیفیتی، لحاظ قیمتی هم بالاتر از اون محسوب میشه. نویمن TLM 103 گزینه خیلی خوبیه که الان تو بازار حدود 67 تومن هستش. میتونید حتما بگیرید با یک کار صدای آپولو و آرمه که یه صدای فوق‌العاده به شما میده و یک ددروم خیلی خوب داشته باشید. نگم براتون، من با تک تک میکروفون ها کار کردم و تست کردم و صداشون رو شنیدم، واقعا صدای خیلی فوق‌العاده میدن. بازم بریم یه دو لول بالاتر که دیگه نویمن یه میکروفون دیگه زده، واقعا میکروفونش فوق‌العاده است، نویمن U87 AI. واقعا این میکروفون خیلی فوق‌العاده است، با یک کارت صدای مثل RMA دیگه میترکونه. اینطوری به شما بگم قیمتش تو بازار 195 تومنه. اگه به دنبال این هستید که یه صدای خارق‌العاده داشته باشید، منو نویمن U87 رو بگیرید با کارت صدای RMA، یه ددروم خیلی خوب داشته باشید و ببینید چقدر صدا میتونه حجم و کوالیتی خیلی بالا به شما بده. نگاه کنید این بر اساس بودجه خودتون هسته. شما به عنوان مثال یه استودیو دارید و میخواین تجهیزات بذارید، خب هر چقدر کیفیت کوالیتی واسهتون مهم‌تر باشه، مسلماً تجهیزات بیشتری اضافه می‌کنید بهش، تجهیزات بیشتری
اضافه میکنید به کار. نگاه کنید وقتی یه میکروفون نویمن شما میگیرید، یه کارت صدای خیلی خوب باش مچ میکنید، حالا یه بازوی پریامپ هم هستش که اونو تو برنامه آینده به شما میگم، اینا رو با هم دیگه مچ میکنید، صداهای درست به گوش شما شنیده میشه. میکروفون نویمن صد صدا رو به شما میدن و خب علاوه قیمتی هم خیلی بالاتر هستن. اینطوری نمیخوام بگم که میکروفون دیگه بدن، نه، من خودم الان چندین سال دارم با رود کار میکنم و از لحاظ کیفیت کوالیتی خیلی خوبه و همچنین یه میکروفون نویمن هست که با اونم دارم کار میکنم. خب از لحاظ کیفیت کوالیتی مسلما نویمنو پیشنهاد میکنم، ولی خب اگه میخواین یه لول پایین‌تر استفاده بکنید حتما از رود پیشنهاد خیلی خوبیه واسه خودتون. باید ببینید چه کارهایی دارید و چه چیزی میخواین از میکروفون و کارت صدا استفاده کنید، واسه چه کاری میخواین استفاده بکنید. همینا بستگی به بودجه خودتون و کار خودتون داره. به هر حال این چیزایی بود که تو بازار هست و خیلی‌ها دارن استفاده میکنن و خیلی استودیوها و خیلی از آتلیه‌ها و خیلی جای دیگه دارن با همینجور تجهیزات کار میکنن. اینا گلچینی از میکروفون‌هایی بود که خواستم در اختیارتون قرار بدم. اگه سوال دیگه هم بود، هر سوالی مشاوره چیزی هم بود، حتما بهم بگید در مورد میکروفون و کارت صدا. یه برنامه دیگه از پریامپ که اونم میخوام درست بکنم هفته آینده، اونم خیلی جزء مهمی است. البته پریامپ اینا دیگه برمیگرده به تخصصی‌تر میشه، میره مقوله استدیو. به هر حال امیدوارم خوشتون اومده باشه از این برنامه. هر سوالی داشتید حتما تو کامنت از من بپرسید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. اگه خوشتون اومد حتما چنل منو دنبال کنید. عشقید، بدرود.